سلام و درود دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوار هستم که از صحتمندی کامل برخوردار باشیم. به یکی دیگر از سلسله برنامه های معجزه شکرگزاری یا 28 روز با شکرگزاری شما خیر مقدم عرض میکنم. امیدوار هستم که تا این لحظه از برنامه های ما استفاده خوب برده باشیم و نعمت هایی که خداوند بر ما داده قدر از اینا رو بدانیم و همچنان شکرگزار خداوند پاک باشیم. در یکی از برنامه هایی که امروز در خدمت شما خوبان هستیم، یک موردی که از کتاب معجزه شکرگزاری انتخاب کردیم تا ای که در مورد از او صحبت بکنیم، موضوعی بسیار حیاتی هست. در برنامه گذشته گفتیم که در کنار از این که ما تلاش میکنیم انسان شکرگزاری باشیم، باید این گرد معجزه آسای شکرگزاری برای بقیه افراد جامعه هم انتقال بده. ولی فراموش نکنیم که این که ما امروز یک انسان شکرگزاری هستیم یا شدیم نتیجه تلاش های یک فردی بوده که ما به اینجی رسانده و ما تبدیل به یک انسان شکرگزاری شدیم. اگر امروز شما توسط این برنامه و برنامه های از این قبیل میای متحول میشیم و انسان شکرگزار تبدیل میشیم، یقیناً که افراد در این پروسه زی دخل بودن و تلاش کردن تا یکی این پیام برای ما برسانن. منی که امروز مسئولیت دارم و این کتاب را خدمت شما اینجا ارائه میکنم، افرادی بودن که این کتاب را برای من ارائه کردن و حتی این کتاب را من خواندم. میتونیم که از خود نویسنده و مترجمین این کتاب ما تقدیر و تشکر کنیم. بحث این برنامه ما این هست که ما تقدیر و تشکر کنیم از افراد خارق العاده زندگی خود. هر کدام ما در زندگی، در مسیر زندگی، افراد داشتیم که در کنار ما بودند، در وقتی که نیاز داشتیم برای ما کمک کردند، در وقتی که نیاز داشتیم به یاری ما رسیدن و ما را همکاری کردند، همراهی کردند، نظر دادن برای ما. خیلی وقتا شاید در زندگی در یک دوراهی، در یک سردرگمی من و شما بودیم که نمیدانستیم به کدام سمت سوی بریم تا اینکه تصمیم درست بگیریم، ولی او افراد بودند که ما را به راه درست هدایت کردند، به راه درست راهنمایی کردند، راه درست تر به ما نشان دادند تا اینکه ما مسیری که امروز هموار هست برای ما و مسیر پیش میبریم به گونه درست از نظر از اونا تونستیم که به این مسیر برسیم. پس ما امروز میگیم افراد خارق العاده زندگی که ما داریم از اونا تشکر بکنیم. او افراد کی ها هستند؟ یک لحظه بیایم تصور کنیم کی در زندگی ما خیلی تأثیر گذار بوده. چه کسی در زندگی ما وارد شده و زندگی ما رو دگرگون کرده؟ چه کسی وارد زندگی ما شده و ما یک انسان متحول ساخته، یک انسان شکرگزار ساخته، یک انسان موفق ساخته؟ او فرد میتونه پدر باشه، مادر باشه، برادر، خواهر، دوست، همسنفی، استاد، شاگرد، هر کسی که حتی کسی شاید باشه که شما حتی او را هیچ وقت از نزدیک ندیدیم، ویدیوهایی که داشته تماشا کردیم، در مورد زندگی از او شنیدیم و او باعث شده که ما امروز انسانی باشیم، موفق و به جایی که باید باشیم هستیم. به خاطر که قدر این نعمت‌ها را بدانیم و انسان خوبی باشیم، کاری که انجام میدیم یک قلم و کاغذ میگیریم همگی من و شما و یک لیست از افراد خارق العاده زندگی خو می نویسیم و از اونا تشکر میکنیم بابت کارهایی که انجام دادن. دو تا موضوع خیلی مهم و حیاتی هست در این قسمت. اول، وقت لیست ترتیب میکنیم باید اسامی و افراد داشته باشیم، حداقل برای ابتدا سه نفره. مثلا آقای احمد، از احمد شما تشکر میکنیم بابت راهنمایی که به ارتباط تجارت به شما انجام داده. شما یک وهله از زمان میخواستیم که یک تجارت شروع بکنیم، شاید کسی نبوده و یکی از دوستا شما به نام احمد یا هر اسم دیگه بوده و شما راهنمایی کرده. از پدر خود تشکر میکنیم بابت ای که زمینه تحصیل برای من و شما فراهم ساخته. هر کدام از دوستای دیگه که داریم، از اعضای فامیل گرفته آشنایی که داریم، اگر برای ما کاری انجام دادن یا نظری دادن که او کار باعث شده که زندگی ما دگرگون بشه، او رو یادداشت میکنیم به لیست خود و پلان میریزیم که از اونا حتما تشکر کنه. شاید در
خیلی از وقتا در زندگی ما در یک تنگناه قرار گرفتیم از لحاظ اقتصادی. یک فرد وارد شده و بسیار با مبلغ کم ما را از تنگناه نجات داده. پس حتما باید تشکر کنیم. فراموش نکنیم که خیلی از وقتا وقتی ما به یک مرحله آسودگی میرسیم، شاید یاد ما بره که او افراد در کنار ما بودن در شرایط بسیار سخت. میگن وقتی ابر میایه درختهایی که سایه میدادن فراموش میشن. ما این رقم انسانهایی نباشیم. اگر امروز من به این جایگاه هستم، یقینا که خیلی از افراد در پشت سرم کار کردن، زحمت کشیدن، برای من نظر دادن و من حمایت کردن تا اینجا رسیدن، که من باید از اونا تشکر بکنم، از اونا قدردانی بکنم و قطعا که این کار میکنم. شما هم باید همین کار رو انجام بدیم. وقتی لیستی از این افراد جور میکنیم، شخصا در حضور از اونا برسیم و از اونا تشکر بکنیم و برای از اونا بگیم که من از تو تشکر میکنم بابت این کار که انجام دادی. دلیل رو حتما بگیم. خیلی وقتا من و شما از کسی تشکر میکنیم ولی شاید او فرد نفهمه که چه کار کرده، ما هم دلیل رو نمیگیم، خیلی مؤثر واقع نمیشه. ما وقتی از کسی تشکر میکنیم، هم نام از اون بگیم و هم دلیلی که از اون تشکر میکنیم حتما بگیم. اگر امکان داره 3 یا 4 یا 5 نفری که واقعا در زندگی ما وجود دارن و ما متحول ساختن، در یک جلسه از اونا دعوت بکنیم و از اونا تشکر بکنیم. این باعث میشه که این خوبی به گونه درست تکثیر بشه. اگر امکان نداره، شاید مقدور نباشه، خوبه که تک به تک به حضور از اونا بریم و از اونا تشکر بکنیم. و یا اگر در راه دور هستن، جایی هستن که شاید حضوری نتوانیم همدیگر رو ببینیم، تلفنی از طریق تماس تصویری یا حتی تماس صوتی، حتی از طریق یک پیام ساده از اونا تشکر بکنیم. و تصور بکنیم که اگر ما کسی باشیم که صبح وقتی از خواب بیدار میشیم، یک پیامی دریافت میکنیم که یکی از دوستان ما، یکی از اعضای فامیل ما از ما تشکر کرده بابت یک کاری که قبلا برای از او انجام دادیم. برای ما کار خیلی ساده ای بوده ولی برای از او زندگی از او تغییر داده. ما چقدر خوش میشیم وقتی پیام رو دریافت میکنیم. پس تصور کنیم همین پیام وقتی از جانب ما برای از او افراد ارسال بشه، اینقدر خوشحال میشن. وقتی این کار رو ما انجام بدیم، در حقیقت ما داریم در تکثیر ساختن این حس تشکر و قدردانی داریم همکاری میکنیم. ما داریم گرد معجزه آسای شکرگزاری تکثیر میکنیم. پس فراموش نکنیم که افرادی که در کنار ما بودن، ما رو یاری رساندن، کمک کردن تا ما به جایگاهی باشیم که امروز هستیم، قدر از اینا رو بدانیم. قدری و افراد رو بدانیم. اونا کسایی هستن که سخت تلاش کردن تا ما به موفقیت برسیم. اونا در وقتی که هیچ کس در کنار ما نبود، آمدن برای ما نظر دادن، برای ما کمک کردن، برای ما همراهی کردن، ما تا ما از او مسیر نادرست بیاییم به مسیر درست گام برداریم. قدری افراد رو بدانیم. این افراد بسیار کمیاب هستن در زندگی و اگر روزی از زندگی ما خدای نخواسته رفتن، بعد او وقت آه و اسرت و ناله دیگه فایده ای نداره. در کنار از این که ما قدر این خوبیار بدانیم، قدر این افراد رو بدانیم، یک چیز دیگر فراموش نکنیم که این زندگی در گذره. ما همیشه شاید امروز هستیم، لحظات دیگر نیستیم. هر لحظه ممکنه که کسی از دوستا خور ما متاسفانه از دست بدیم. فراموش نکنیم که وقتی کسی از دوستا ما از بین ما میره و رخت سفر میبنده و به ابدیت پیوند میخوره، فقط یک حسرت باید در دل ما باشه. او حسرتی باشه، حسرت نبودن و نداشتن از او. 10 تا حسرت دیگه به دنبالی از او نباشه. حسرتی که چرا از او تشکر نکردم، چرا با او رفتار خوب نکردم، چرا به گونه درست جواب از او ندادم، چرا وقتی که مشکل داشت به سمت از او نرفتم، و و و خیلی از چراهای دیگر که ذهن ما را آزار میده. اگر میخوایم که انسانی باشیم که آرامش داشته باشیم، بر انسانهای دیگر نیکی کنیم، قدر افراد خارق العاده زندگی خور بدانیم و در کنار از اونا باشیم، که اگر امروز من نباشم، افرادی که در اطراف ما هستن حسرت دیگه نخورن، فقط حسرت از این بخورن که این انسان در بین ما نیست. و یا اگر کسی از دوستان ما از بین ما میره، ما حسرت از این فقط بخوریم که او در بین ما نیست.
نه دیگه حسرت از اینکه ای کاش خیلی از کارها انجام میداد. با عنوان فعالیت امروز که برنامه رو خواسته باشیم ختم بکنیم، از شما خواهش میکنم که لیست بگیریم از افرادی که در زندگی من و شما دیگرگونی ایجاد کردن، معجزه کردن تا اینکه ما امروز به این جایی که امروز هستیم برسیم. پس به او خاطر از خداوند تقدیر و تشکر بکنیم، لیست از او افراد تهیه بکنیم، آماده بکنیم و به سمت از اونا بریم، از اونا تشکر و تقدیر و قدردانی بکنیم، تا اینکه این افراد هم بدانند که ما انسان‌های ناشکر و ناسپاسی نیستیم و قدر خوبی از اونا میدانیم، و اگر فردا اونا قرار باشه به کس دیگه خوبی انجام بدن، این خوبی به گونه درست و با دل جمع انجام بدن که انسان‌ها قدر خوبی های همدیگر را میدانند. شاید یکی از او افراد خارق‌العاده من و شما باشیم که وقتی با دیدن این برنامه صبح از خواب بیدار میشیم، کلی پیام خوب دریافت کنیم. از کی؟ از کسایی که ما بر اونا یک کاری انجام دادیم، راهنمایی کردیم، اونا رو یک نظر دادیم و امروز تبدیل شده به بزرگترین موفقیت از اونا در زندگی. تا برنامه دیگر که از طریق برنامه معجزه شکرگزاری در خدمت شما خوبان قرار میگیریم، شما رو به خداوند پاک میسپارم. الله نگهدار. این برنامه از طرف رادیو تلویزیون معراج به همکاری مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق به شما تقدیم شد.